سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما دوستان گلم امیدوارم حالتون مثل همیشه عالی باشه سرشار از انرژی مثبت باشین بچه ها ازتون عضو از میخوام بابت اینکه که صدام گرفته است هنوز اون صرفه و تنگی نفس رو دارم هنوز گرفتگی صدا رو دارم و واقعا هم نمیشه منتظر بمونم که صدام خوب بشه بعد ویدیو ضبط کنم واسهتون مجبورم با همین حال فعلی این کار رو واسهتون انجام بدم پس صمیمانه بابت کیفیت صدا و گرفتگی صدا ازتون عذر میخوام توی این قسمت میخوام در مورد حلقه فور آف واسهتون صحبت بکنم بچه ها توی قسمت سی سوم در مورد مفهوم حلقه های تکرار واسهتون توضیح دادم و توی قسمت سی هم به صورت مخصوص در مورد حلقه فور واسطون توضیح دادم حالا میخوایم ببینیم حلقه فور آف چیه و کاربردش کجا هستش خب بچه ها ما با حلقه فور آشنا شدیم قبلا یه حلقه فور آف داریم یه حلقه فور این که توی قسمت بعد باهاش آشنا میشیم این دوتا حلقه یعنی حلقه فور آف و فور این توی ES6 یعنی جاوا اسکریپت 2015 به بعد اضافه شدن به جاوا و قبل از 2015 این دو تا حلقه وجود نداشتن خب دوستان گلم اینجا من اومدم یک آرایه ساختم به اسم مای اری این آرایه از پنج تا اتاق از پنج خونه تشکیل شده ببینید به این صورت شماره عناصر آرایه یا اتاقهای آرایه هم که کاملا مشخصه از صف شروع میشه صفر یک دو چهار و این مقادیر به ترتیب داخل خونه های آرایه قرار گرفتن خب حالا اگه میخواستیم روی خونه های آرایه حرکت بکنیم به این خونه های آرایه دسترسی داشته باشیم مثلا یه اقدامی روشون انجام بدیم چاپشون بکنیم توی کنسول زبدر در دوشون بکنیم زبدر در خودشون بکنیم هر اقدامی به صورت کلی وقتی میخواستیم پیمایش انجام بدیم روی خونه های آرایه از یک حلقه فور استفاده میکردیم به این صورت for lit i مساوی با صفر از خونه 0 رو شروع می کردیم تا کجا تا i کوچکتر از my array نقط لنز این دستور لنز تعداد خونه های آرایه رو به ما میده که اینجا 5 تا هست یعنی اینجا اینجوری میشه i آی کوچکتر از 5 خود 5 نیست کوچکتر از 5 یعنی 4 پس i از 0 شروع میشه تا 4 که آخرین خونه آرایه است و هر بار آی پلاس پلاس میشه و توی کنسول هم با یه دستور ساده هر بار اومدیم مقدار داخل یه دونه از این اتاقهای آرایه رو چاپ کردیم خب این با استفاده از حلقه فور بود حالا اگه بخوایم دقیقا همین کار رو با استفاده از حلقه فور آف انجام بدیم باید چی کار بکنیم؟ توی اسلاید بعد بررسیش میکنیم خب عزیز دلم با استفاده از حلقه فور این موضوع رو بررسی کردیم که کدش رو اینجا توی سمت چپ دارید میبینید حالا میخواییم همین قطعه کد رو با استفاده از حلقه فور آف بنویسیم سینتکس حلقه فور آف به چه صورت هست؟ به این صورت فور بعد اینجا element رو می نویسیم بعد کلمه آف بعد اینجا ایتربل رو می نویسیم ایتریبل چیه؟ ایتربل اون چیزی هست که ما میخوایم روش پیمایش انجام بدیم که اینجا میخوایم روی آرایه پیمایش انجام بدیم یعنی به جای این ایتریبل ما اسم آرایمون رو مینویسیم خب اینجا اسم آرایمون چیه؟ مای اری پس به جای این ایتریبل اینجا مینویسیم مای اری خب حالا دقت کنید اینجوری میشه فور لیت الیمنت آف مای اری اینجا اسم آرایمون رو می نویسیم به جای ان ایتربل خب حالا این الیمنت دقیقا چیه؟ بچه ها اولا که این حلقه که ما اینجا نوشتیم حلقه فور آفی که نوشتیم به تعداد خونه های آرای تکرار میشه یعنی هر چند تا خونه که آرایمون داشته باشه این حلقه به همون تعداد تکرار میشه خب اینجا پنج تا دا خونه داره پس این حلقه فور آف پنج بار تکرار میشه و توی هر بار تکرارش مقدار داخل یکی از خونه های آرایه داخل این متغیر المنت ذخیره میشه یعنی توی اولین تکرار این عدد 5 داخل این المنت ذخیره میشه و اینجا نوشتیم کنسول دات یعنی عدد 5 رو توی کنسول چاپ میکنه توی تکرار بعدی میره سراغ خونه بعدی و عدد 20 داخل المنت ذخیره میشه توی تکرار بعدی عدد 15 توی المنت ذخیره میشه توی تکرار بعدی عدد 18 و توی آخرین تکرار هم عدد 21 داخل المنت ذخیره میشه پس توی هر بار تکرار این حلقه یکی از خونه های آرایه به ترتیب از خونه سفرم شروع میشه به ترتیب میره جلو خونه سفرم یکم دوم سوم چهارم پنجم الا آخر به ترتیب هر بار مقدار داخل یکی از خونه های آرایه داخل این متغیر المنت ذخیره میشه خب حالا بریم روی وی اس کدش کود رو هم با هم دیگه بررسی بکنیم که بهتر درکش بکنید دوستان عزیزم یه نکته رو هم خدمتتون بگم میخوایم ببینیم ما دقیقا از حلقه فور آف کجا استفاده میکنیم بچه ها توی آرایا استفاده میکنیم ازش توی استرینگ ها استفاده میکنیم یا رشته ها توی مپ یا نقشه ها و همچنین توی ست یا مجموعه ها ما با آرایه ها و استرینگ ها آشنا هستیم اما با مپ و ست یعنی نقشه ها و مجموعه ها آشنایی نداریم فعلا بعدا واسطون توضیحش میدم پس الان میخوایم کاربرد حلقه فور آف رو توی آرایه ها و توی استرینگ ها بررسی بکنیم خب اینجا من یک آرایه دارم به اسم مای اری که 5 تا عدد داخلش ذخیره شده یعنی از 5 تا خونه 5 تا اتاق تشکیل شده اومدم با یه حلقه یه فور معمولی روی اعضای این آرایه میخوام پیمایش بکنم فور لت آی سف از خونه سف شروع کردم تا آی کوچکتر از مای اره نقطه لنس یعنی طول آرایه که اینجا میشه پنج ببینید به این صورت از صف شروع کردم تا آی کوچکتر از پنج یعنی چهار تا این خونه و هر بار آی پلاس پلاس شده و یه دستور ساده رو اینجا نوشتم کنسول my لاگ مای اری خونه آیوم این باعث میشه که اگه برنامه رو اجرا بکنیم مقادیری که داخل آرای هستن یعنی 5 20 15 18 21 به این ترتیب زیر هم چاپ میشن حالا همین کار رو میخوایم با استفاده از حلقه for آف انجام بدیم خب سینتکسش به چه صورت بود به این صورت ببینید می نویسیم فور خب پرانتز باز بسته اکولات باز بست خب حالا اینجا داخل پرانتز می نویسیم element of iterable خب iterable چی بود؟ آرایه ما می خواهم روی چه آرایه ای این حلقه رو اجرا بکنیم؟ روی آرایه مای اری پس اینجا اسم آرایه رو می نویسم مای اری خب قبل از این element هم یه دونه کلمه یه let می خب به این صورت شد for let element of my array بچه حالا دقیقا معنی این آرایه چیه و داره چی کار میکنه الان واسطتون توضیح میدم خب اینجا هم دات console.log element به همین سادگی الان این حلقه دقیقا معادل حلقه بالاییه این حلقه شیکتر جمع جورتر بحالتره خب ببینید بچه ها این حلقه for of به تعداد خونه های این آرایه تکرار میشه این آرایه همون چند تا خونه داره؟ پنج تا پس این حلقه فور آف هم پنج بار تکرار میشه و توی هر بار تکرارش یکی از این مقادیر ببینید توی تکرار اول عدد پنج میاد داخل این متغیر element قرار میگیره بعدم گفتیم console.log element element رو چاپ میکنه که عدد پنج هست توی تکرار بعدی عدد 20 داخل المنت قرار میگیره توی تکرار بعدی عدد 15 توی المنت قرار میگیره توی تکرار بعدی عدد 18 توی المنت قرار میگیره و توی تکرار بعدی عدد 21 داخل این المنت قرار میگیره خب ببینید من این حلقه بالایی رو کامنت میکنم و یه بار برنامه رو اجرا بکنیم همونطور که میبینید مشابه حالت قبلی مشابه حلقه فور قبلی خونه های آرایه رو تونستیم توی کنسول نمایش بدیم با استفاده از یک حلقه for of پس به این صورت شد for let اسم متغیر ببینید اینجا به جای element هر چیزی میتونید بذارید میتونید بذارید x مثلا اینجا هم توی کنسول دات میگیم x رو نمایش بده این x در واقع اسم متغیری هست که هر بار یکی از مقادیر آرایه قرار داخل این متغیر ذخیره بشن پس اسمش دلخواهه اسم المنت که می نویسیم با معنی تره بچه ها المنت یعنی عنصر هر کدوم از این خونه های آرایه رو ما می یکی از المنت های آرایه یکی از عناصر آرایه پس علت که می نویسیم المنت اینه اسم با معنی تری هستش خب حالا از این حلقه فور آف ما واسه یه استرینگ ها هم میتونیم استفاده بکنیم ببینید من اینو کامنتش میکنم اینم کامنت میکنم و میام اینجا چی کار میکنم میام و یه دونه استرینگ میسازم میگم let str مساویست ما مثلا میلاد می. به این صورت خب یه دونه استرینگ یا رشته ساختم حالا میخوام روی تک تک کاراکترهای این رشته پیمایش انجام بدم خب میام از یک حلقه فور آف استفاده میکنم میتونمم دوباره از حلقه فور عادی استفاده بکنم به عنوان تمرین میسپارم به خودتون با حلقه فور عادی به این دسترسی پیدا بکنید به تک تک کاراکترهای این رشته دسترسی پیدا بکنید و توی کنسول چاپش بکنید خب من میام از فور آف استفاده میکنم میگم فور لت مثلا element of اسم string رو می نبیسم. اسمش چیه؟ str of str به این صورت خب بعد میگم console.log توی کنسول console element رو نمایش بده خب این element چیه؟ توی هر بار تکرار این element یکی از کاراکترهای این رشته است یعنی توی اولین تکرار این کاراکتر M توی بعدی این کاراکتر i توی بعدی کاراکتر ال توی بعدی A توی بعدی D به همین صورت خب برنامه رو اجرا میکنم ببینیم نتیجه چی میشه ببینید اون کلمه میلاد بهرامی رو اومده تک تک کاراکترهاش رو تفکیک کرده M آی L A D خط فاصله B A H R A M I به همین صورت خب پس این هم شد کاربرد حلقه for of توی استرینگ ها دوباره به جای این element هر اسم دلخواهی میتونید بذارید مثلا میتونید بذارید ch مخفف کاراکتر و اینجا هم به جای element من سی ch ببینید این بهرامی رو برش میدارم یه بار دیگه برنامه رو اجرا میکنم اومده تک تک کاراکترهای رشته میلاد رو توی کنسول واسه من نمایش داده خب رفقای گلم با حلقه for of هم آشنا شدیم توی قسمت بعدی با حلقه فور این آشنا میشیم و بررسی میکنیم که این دوتا حلقه یعنی حلقه فور آف و فور این چه تفاوتهایی رو با همدیگه دارن تمرین و تکرار رو به هیچ عنوان فراموش نکنید حتما این کتایی که من زدم رو شما هم حتما بزنید تمرین کنید تا بهش مسلط بشین تا قسمت بعد خدا نگهدار